سلام خدمت همراهان و دوستان فارسی زبان عزیز. دوستان امروز هوا بسیار عالیه، ببینین بارون اومده قشنگ. الان هم البته داره میاد، صداشو میتونیم بشنویم، چیک 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 داره میاد. دیگه گفتم یه ویدیو قشنگ براتون بذارم زیر این سایبون هم نشستم که خودم خیس نشم. امروزم لباس پوشتم چون واقعا سرده. امروز عاشق این هوای تکساسم، حداقل ماهی یه بار کم کمش. الان البته چون پاییزه حداقل فکر کنم هفته دو بار بارون رو داریم و خیلی خوبه، هم درخت‌ها قشنگ جون می‌گیرن، هم چمن‌ها سبزتر میشن، هوا بهتر میشه. دوستان هوای تکساس کلاً آسمونش خیلی قشنگ‌تر از کالیفرنیاه و خیلی صاف و اصلا موقع غروب خیلی اصلا انگار یکی نقاشی کنه، نقاشی خداست. عرضم به حضورتون، ممنون از حمایت‌های زیباتون، ممنون بابت کامنت‌های زیباتون، همدردیاتون. خیلی خوشحال شدم هر دفعه که ویدیو می‌ذارم، من خودم از انرژی شما انرژی می‌گیرم. ممنون. تعارف نیست، شاپلوسی نیست، فقط می‌خوام ازتون تشکر کنم، واقعا به من انرژی میده. و من دوستان هم باید روزانه ویدیو انگلیسی درست کنم هم فارسی، چون دنبال کننده‌های زیادی هم دارم که مثلا حالا تو آمریکا هستن، اونا هم باید راضی نگه دارم. خب دوستان، چی می‌خواستم بهتون بگم، درخواست زیادی شده و دوستان همیشه هم بهتون میگم ویدیوهای زیادی تو راهه، یعنی من روز یه دونه ویدیو هم می‌خوام درست کنم، قشنگ تا دو سال آینده ویدیو رو داریم. پس هم ویدیوهای انگیزشی، هم اطلاعات درباره آمریکا، کلا اون چیزایی که خودم میدم. امروز اگه گفتم درباره چی می‌خوام صحبت کنم، درباره کارت اعتباری. کلا ما ایرانی‌ها خیلی دوست داریم سوال پرسیدن، من خودم عاشق سوال پرسیدم. من خودم قبل از اینکه بیام آمریکا نمیدونم چه تعصب عجیبی داشتم رو کارت اعتباری، همون کردیت کارت. دوستان اول اینکه خیلیا، حالا چون منو اونجوری باهم رفتار کردن، یعنی ترسوندن بی مورد، وای نه غرق میشی. دوستان بهتون بارهام گفتم شنونده باید عاقل باشد، کارتونو بکنه، اصلا به حرف اینو اصلا اشتباه کنید چی میشه؟ حالا اشتباه کنید، از اشتباهتون یاد میگین دیگه. من خودم کل اشتباه کردم، یادم گرفتم، منتها در صورتی که یاد بگیرن که اشتباهتون دوباره تکرار کنید. عرضم به حضورتون دوستان، احتمالاً تا دو سه هفته آینده لنزام میاد دیگه، این عینکو نمیذارم، این عینک هم اعصاب خردی خودش داره. خب دوستان کارت اعتباره، حالا میدونم که اروپا هم کارت اعتباری داره و کارت اعتباری آمریکا تا اونجایی که میدونم تو اروپا اینا میتونین استفاده کنین. بعضی از کارت ها مطمئن، بعضی هاشون نمیشه، قفل میشه، اینجور چیزا. خب اولین قدم کارت اعتباری کلن چیه؟ کارت اعتباری مثل وام میمونه. خب یه وامیه که همیشه همراه شما هست. خب مثلا من که روز اول رسیدم، روزی که میرین مثلا بانک حساب، من روز اول که رسیدم روز دوم رفتم حساب باز کردم تو بانک و خب گرین کارت و اینا رو هیچ کدوم نداشتم، ولی با توجه به اون پاسپورت و این ویزا و اینا تونستم که حساب باز کنم. حساب که باز کردن روز اول، اگه طرف آدم حسابی باشه معمولا بهتون پیشنهاد میده کارت اعتباری میخواین. منم که خب چون کلا این ندیدا دوست داشتم داشته باشم، آره حتما. و بهم یه کارت اعتباری خود بانک، خود اون حساب به من داد. و چون اون روز شما منبع درآمد ندارین، تازه رسیدین، بهش میگن کالج کریدیت کارت، اسمش اینه، اسم اون کریدیت کارت اینه، ترجمه خاصی هم نداره، نمیتونین بگین کارت اعتباری دانشکدگی، نه بهش میگن کالج کریدیت کارت. اون بانک به من داد و دیگه کمترین مقدار رو داد که $500 بود و خب من فکر کنم 4-5 ماه اول اصلا میترسم استفاده کنم. بعد خودم یه سری تحقیقات کردم که استفاده کردنش خودش، طرز استفادهش خودش اصلا قلق داره. بهترین نحوه استفاده کردن از کریدیت کارت یا کارت اعتباری میدونین چیه؟ مثال میگم، شما یه اصلا میخواین آدامس بخرین یا مثلا میرین خرید بکنین، خب شما پول نقد دارین، خب مثلا بگیم $100 شما پول نقد دارین، خریدتون رو انجام بدین، از اون کریدیت کارتتون، کارت اعتباریتون استفاده کنین. بعد از اینکه استفاده کردین، دو سه روز بعد اون مبلغ رو کامل برگردونین. این یه بهترین روش استفاده از کارت اعتباریتون، یعنی شما قرض گرفتین، دو سه روز بعدم پسین. چرا میگم دو سه روز بعد؟ چون معمولا دو سه روز طول میکشه تا این از حسابتون برداشته بشه و اینا، بعد شما پس میدین.
هیچ وقت اگه اون مقدار پولو ندارین سعی کن از کارتتون استفاده نکنین. بله کارت اعتباری یا کریدیت کارت برای روز مبادا بهش میگن، ولی اگه میخواین همینجور اون امتیازتون، یه امتیازی هست بین یه شماره یه به اصطلاح انگار یه میانگینه معدلتونه از بین فکر کنم از 100 شروع میشه، بعضیا میگن از 450 شروع میشه که مثلا کمترین پایین ترینه، تا مثلا 850-900، بعضی موقع 850-900. شما اون میانگینتون معدلتون شماره کارت اعتباریتون بالای 700 باشه فوق‌العاده است، یعنی خیلی خوبه. فوق‌العاده که نه، یعنی خوبه که مثلا میتونین برین راحت ماشینتون رو بردارین. خب اگه از 740 بتونین بالاترش بیارین، خب این دیگه اصلا میگم فوق‌العاده است، یعنی اون بهره روی حسابتون نمیدونم اونا خیلی پایین میشه، یعنی اصلا یه احترام خاصی دارم. پس وقتی میخواین از کارتون استفاده کنین مطمئن باشین اول پول دارین بعد اون کارتو استفاده کنین، چون کمک میکنه که همینجور روش کنه. بعضی از کارتا دوستان برای اولین بار وقتی یه کارت اعتباری برای هر از هر حالا یه شرکت خصوصی یا بانکی میگیرین، معمولا چون خیلی میخوان بهتون حال بدن و میخوان کمک کنن که شما استفاده کنین، دو تا بهتون به اصطلاح حالت جایزه میدن. یک، اول اینکه میگن از روزی که استفاده کنین به مدت یک سال هر بار که استفاده کنین روش سود نمیاد، یعنی مثال میگم یه جنسی رو خریدین مثلا 100 دلار، شما ماهی یه بار باید اینو پرداخت کنین، ولی میتونین ماهی 10 بار هم پرداخت کنین. خب ولی بهتون یه ماه فرجه میدن تا مثلا شما اگه مثال میگم 100 دلار از کل کارتو استفاده کرده، مثلا میگه خب این ماه شما باید 10 ماه کمترین حد اینه که 10 دلار شما برگردونید، ولی وقتی و بعضی موقع مثلا 2 دلار 3 دلار باز بستگی به خرجتون داره اضافه بر سازمان ازتون پول میگیره، چون این کارت اعتباری شرکتان باید یه پولی درست کنن، ولی برای اینکه شما رو تشویق کنن که شما بیشتر استفاده کنین، اولین بار که از هر شرکتی کارت میگیم معمولا جای معتبر میگه خب این یه سال ما از شما اون بهره رو نمیگیریم، مثلا شما همون 100 دلار رو باید برگردونید، دیگه نمیشه مثلا 105 دلار، پس روش بهره نمیاد. این یه مورد. مورد دوم اینه که بعضی موقع میگه اگه مثلا در 3 ماه آینده مثلا 500 دلار خرج کنین، ما بهتون 100 دلار جایزه میدیم. و دوستان معتبره ها، همه اینا رو بهتون میگن. خب اکثر جای این کارو میکنن که شما بیشتر استفاده کنین، و دوستان این چیز بدی نیست، این اعتبار شما رو درست کنه. شما حتی مثلا برای یه ویدیو هم درست کنم برای اجاره کردن خونه، حتی شما خونه هم که بخواین اجاره کنین میگن ما میخواییم یه دونه به اصطلاح کارتتون رو چک کنیم ببینیم شما مثلا اعتبارتون چجوری، اجازه میدین؟ خب شما هم اجازه. حتی دوستان برای شغلهای معتبر، شغلهای دولتی معتبر کارتتون رو چک میدین. کارت هم اینجوری نیست که شما کارتتون رو میدین، بر اساس اون مشخصاتتون مثلا اس، فامیل، اون شماره، یادتون گفتم یه شماره کارت یا به اصطلاح سوشال سکیوریتی نمبر، شماره سوشال سکیوریتی، مثلا همون کارت ملی خودمونه تقریبا، که بر اساس اون شما رو چک میکنن. و خب مثلا میگه که خب مثلا آرمان که میخواد همچین شغلی رو برداره، این آدم مثلا 30,000 دلار تو بدهیه و اصلا به موقع هم پرداخت نمیکنه. خب این چرا آدمی حساب کردن که ما بخوایم بهش شغل بدیم؟ و دوستان خیلی اتفاق میفته که هست که مثلا اعتبار خوبی نداره، حتی شغل هم بهش نمیدن، شاید تو شغل هم فوق‌العاده باشه ولی آدم حساب کردنی نیست. پس کارت اعتباری برای فقط ماشین گرفتن نیست، برای همه چیز خوبه. یعنی میگم اصلا اعتبار شما رو اینه که شما چقدر حسابتون چقدر میتونه من رو شما حساب کنن. اینجا دیگه نمیگم من رو حرفتون حساب نمیکنم، رو کارتون حساب میکنم. پس حتی برای اجاره خونه، برای خرید خونه، گرفتن ماشین، حتی شما برای اینکه خط بگیرین برای حالا موبایلتون، میگم ما یه کریدیتون رو یه حساب بکنیم ببینیم چه جوریه. خب پس روش استفاده از کریدیت کارت هم فهمیدین. و دوستان وقتی شما حسابتون پاک باشه، مثلا من 500 دلار رو بعد از اینکه فهمیدم اینقدرم چیز هیولا ترسناکی نیست شروع کردم، حتی باش می‌رفتم مثلا آدامس می‌خریدم، یکی دو روز بعد یا مثلا خریدای کوچیک 5 دلار 10 دلار به جای اینکه از پول نقدم استفاده کنم از این استفاده می‌کردم، بعد چند روز بعد پرداخت می‌کردم. دوستان در عرض اگه اشتباه کنم یکی دو ماه یه دفعه این خودش اومد بالا، وام 500 دلاری میشد 1500، چون دیدن حسابم پاکه. پس شما وقتی حسابتون پاک باشه زود زود اونو پرداخت کنین و بیشتر استفاده هاتون از اون انجام بدین، خودشون
اندازه وامتون رو میبرم بالا. مثلا شما میتونید 100,000 دلار، 50,000 دلار، نمیدونم 200,000 دلار هم اعتبار داشته باشین که این فوق العاده است. ولی باز میگم روش استفادهشو باید بلد باشه. و دوستان یه کارتای هست که خیلی کارتای اصلا عظیمیه و حتی برای داشت و شما برای اینکه کردیت کارت داشته باشین ماهیانه چیزی نباید پرداخت کنین، یعنی برای عضویتش. ولی یه کارتای هست که بهش میگن مدال، یعنی اینا فلزیه، کارت پلاستیکی نیست، اینا خیلی قیمت داره، یعنی ارزش داره که تقریبا همه بانک‌ها میدن و شرکت‌های شخصی فلزیه و اصلا وزن داره. شما فقط برای داشتن این فکر کنم سالیانه، یعنی آخر سال اگه اشتباه نکنم این شرکت اسمش امریکن اکسپرس هست که خیلی معتبره، 500 دلار باید سالیانه پرداخت کنید که فقط حق عضویت اون رو داشته باشید. اصلا یه چیز عظیمیه. ولی دوستان کارت اعتباری رو نسبت به میزان درآمد شما میدن. مثلا میگم شما اگه اعتبارتون مثلا زیر 700 باشه، این 700 رو همیشه یادتون باشه، زیر 700 باشه، مثلا درآمدتون سالانه مثلا 10,000 دلار باشه که همچین کارتی به شما نمیدن که. بانک خودتون معمولا بهتون یه دونه کردیت کارت میده، ولی شما باید بهشون این اطمینانی که به شما کردن رو بهشون پس بدیم. پس نسبت به میزان درآمدتون و اون میانگین عددی که شما درست کردین بهتون کردیت کارت میدن. خب وقتی بالای 700 باشه، بعضی اصلا میگن شما باید برای 740 باشین که ما بهتون اجازه بدیم از کارت اعتباری ما استفاده کنیم. و خب اینه میمونه مثلا به هر کس که نمیان فراری بدن درسته یا رویز رویز بدن، ولی خب ماشینای دیگر رو میتونیم برداریم. پس این کارت اعتباری فلزی هم بهتون گفتم که چیه. بازم مثلا اون کارت فلزی میگه شما حداقل سالیانه باید بالای 100,000 دلار درآمد داشته باشین و مثلا این میانگینتون بالای 740 باشه که ما شما رو در نظر بگیریم و شما اقدام میکنین و اون کارت رو براتون میفرستن. ولی خب مثلا بازدهی‌های خیلی فوق‌العاده‌ای داره. یه مدل کارت اعتباری هم یعنی کارت‌های اعتباری متفاوتی داریم. یه کارتایی هستن میگن کارت اعتباری روزانه، یعنی شما میتونین بنزین بزنین باش، همه کارت همه کار میتونین انجام بدین، منتها فرق میکنه. یک اون کارته که اسمش کارته روزانه است، بانک همه اینا رو بهتون توضیح میده. خب نگین چه جوریه شکلش اینا، خب ولی من دارم براتون توضیح میدم. اونایی که مثلا شما میتونید برای بنزین و خوراکی و نمیدونم اینجور جا استفاده کنین، هر بار که استفاده میکنین مثلا برای بنزین و فروشگاه و اینا بهتون 1-2% برمیگردونه، یعنی هر چیزی خرید کردین 1-2% بهتون انگار جایزه پس میده. یه کارتای دیگه هم هست برای افرادی که خیلی مسافرت میکنن، خب برای اون افراد هم یه کارت اعتباری دیگه میاد، میتونین اقدام کنین. نمیگم با اون کارت اعتباری نمیتونین مثلا بنزین بزنین، میتونین، ولی اون جایزه براتون بر نمیگرده. ولی مثلا کسی هستن که حداقل ماه 1-2 بار سفر میکنین، اون کارت کمک میکنه مثلا هتلتون رو با اون پرداخت میکنین، پروازتون با اون، و وقتی زیاد چیز کنین مثلا یه وقتی دیدین برای بلیط هواپیما بهتون همون شرکت یه بلیط مجانی مثلا میده. اصلا خیلی خوبه وقتی اینا رو بلد باشین. همین دو مدل رو داریم. بعضی اصلا میگم برای اون سالیانه عضویت میدین، بعضی هاش هست نه اون حق عضویت رو لازم نیست بدین و دیگه بستگی داره چه شرکتی رو استفاده میکنین دیگه. بانک خودتون خب بهترین انتخابه، یعنی اون بانک شما حساب میکنین برای شروع مخصوصا خیلی خوبه. و هول نکنین 1,000 تا کردیت کارت داشته باشین، 2 تا کردیت کارت خوب داشته باشین بسه، و پشت سر هم اقدام نکنین. یک کردیت کارت داشته باشین 2-3 سال، یکی دیگه هم بعدن اگه احساس میکنین لازم دارین بگیریم. و دوستان فقط اون شماره میانگین شما رو حساب نمیکنن، اون طول مدتی که شما کردیت کارت داشتین هم حساب میکنم. مثلا میگم اگه یه کردیت کارت داشتین 2 سال و مثلا میگیم آره 2 سال، یه کردیت کارت دیگه هم میگیرین بعد از 2-3 سال، جمع اینا میشه چقدر؟ مثلا میشه 3 سال. خب میانگین 3 سال میشه 1.5 سال. یعنی اینا حساب نمیکنن شما یه کردیت کارت داشتین 3 سال، میانگین حساب میکنن در کل شما 1.5 سال کردیت کارت داشتین. این هم توجه داشته باشین. پس زود کردیت کارت گرفتن خوب نیست. و وقتی هم میرین شما مثلا ماشین اینا میگیرین، کردیت کارتتون رو چک میکنن، یه مقدار شاید شماره کردیتون بیاد پایین و این یه چیز نرماله و بهش میگن. یه چیز دیگه هم میاد رو کردیتون، میگن اینکوایری، به اصطلاح یه فشاری، یه غرضی میاد رو کردیتتون که
چون اقدام کرده اون شرکت برات، اون معمولا رو تاریخچه کریدیتتون معمولا بین 2 تا 3 سال میمونه، بعد خود به خود پاک میشه. اینه که مثلا یه جا میرین، مثلا شاید شماره کریدیتتون میانگیتون خیلی بالا باشه، درآمدتون خوب باشه مثلا، ولی بگن شما 3 تا اینکوایری دارین، یعنی 3 تا فشار روی کریدیتتون دارین، مثلا رفتین خونه گرفتین، ماشین گرفتین، دیگه بازم بستگی بازم به درآمدتون، ولی وقتی درآمدتون بالا باشه زیاد به اونم توجه نمیکنن. پس کلا پول خیلی چیز خوبیه و هر چیزش، هر چقدر شما پول بیشتر داشته باشین، اصلا همه چیز زندگی زیبا و رنگه. نه شوخی کردم، امیدوارم اطلاعات کافی رو اطلاعات جامعی داده باشم. این همه چیزی بود که درباره کردیت من میدونستم. حالا بعدا اگه یه چیزی به ذهنم رسید حتما بهتون میگم. بازم این ویدیو هم واقعا نمیشه یه چیز کوتاه الکی بهتون بگم، توتیوار اطلاعات کاملی بود و مطمئنم میتونیم بر اساس همین اطلاعات روزی ایشالا وقتی خواستین مهاجرت کنین از این اطلاعات استفاده کنین و یک کارت اعتباری عالی بسازین. شب و روز خوبی داشته باشین. ممنون بابت حمایتاتون، سابسکرایباتون، کامنتاتون. بازم اگه سوالی هست حتما کامنت کنین، منم سعی میکنم در اسرع وقت جوابتون بدم. شب و روز خوبی داشته باشین.